برو برو خودت نگاه کن آقا، خوب جا سختا رو برای خودتون انتخاب کردین ها. فرقی نمیکنه آدم کجا باشه، مهم خدمت کردنه دیگه. بعدش هم همین آب میوه که شما دارین میگیرین خیلی ارزش داره. بله بله ماشاءالله. آقا ارزش داره ولی خیلی سخت نیست دیگه. نه باشه، اهمیت کار به سختیش نیست، فرقی نمیکنه. برو بیا چش اینا شله بعضی ها رو لباس. آقا علی شما دارین تو خط مقدم می جنگین، ما پشت جبهه ایم دیگه. پشت جبهه هم همیشه مهم بوده، فرق نمی کنه. بله اگه خیلی اصرار دارین برین توی بیمارستان من مشکل ندارم و میتونم همه هم کنم بیان داخل. جدا؟ آره، فقط باید چند تا دوره ببینین، همینجوری نمیشه. چش خسته نه امید، همینقدر حرکت هم انجام نده داداش. آقا خیلی نشه دست درد نکنه، من میرم دیگه داخل. بله خیلی اونجا کار دارم. خوردین؟ نه نه نه، این خالی بوده، اینجا مونده پر نشه. بیمار است؟ بله بله. دم شما گرم. قربان شما. برو برس به کار. آقای ابراهیم بیا اینجا. جان آقای ابراهیم بیا. بله آقا. فکراتی کردی؟ حله. مطمئنه؟ بله مطمئن مطمئن. چشم. فقط ماسکارم برای بیمارستان امام رضا گذاشتیم، میریم تحویل بدیم الان. برو یار. با اجازه. برو یار علی من. زنده باشی. یار. بیا جلو کارت دارم، بیا جلو. حرکته. باش بشین، الان میام. چه خالیه؟ سوراخ بوده. سوراخ رفته بود که میخ میکف. نه خیرم، از اون بالا تو ماشین دست انداز بوده، از دست انداز ریسته کف، از اون کف ریخته. برای چی خوردی؟ تشنم بود. بخش. به ازای هر یک دونه‌ای که بخوری 4 تا بعد بیاری تحویل بدی ها. چی باید بدی؟ به بیمارستان. چشم. شیرین بود نه؟ بله. ولی نه به شیرینی شما آقا بچه‌ها. چیکار کردم مگه؟ کم خود شیرینی جا آقا صفوی نمی‌کردی. نه دیگه، من گفتم سریع بریم بیمارستان نزدیکش باشیم. میدونی تقصیر تو نیست، از کم تجربگی ما یک سری رگنه تو رو نباید اینجوری پیش میکردم، بعد مزاجتم کرونا بخوابه بعد میرفتم. حالا دیگه پیش اومده دیگه، تو میترسی؟ ما اگه میترسیدم تو رو پیش میکردم، خودم پشت سرت میامدم. این چی حرفیه مزید؟ پیش میکردم همه گربم. حالا تو رو با جلو هدایتت میکردم، تو نمیترسی؟ ترس که به جون همه افتاده، ولی دیگه تا اینجاش اومدی بقیهش هم میریم دیگه. دمت گرم محمد جان، راست میگی. با این روحیه بری جلو کرونا رو ضربه فنی کردی. جدا؟ بله. اگه امیر روحیه‌مون رو نتره کنه یه کاری میکنه. بهش نگی و میخوایم بیایم بیمارستان. من مگه مگم تا سوال ازم نپرسیده هیچ چی نمیکنه. مثلا سوالم پرسید فرار کن. خاطر جمع فرار کن. فرار کنیم. باش بیا. آقا آقا محترم کجا میری؟ باش. الان میام الان میام. چی خواهد بشینم پشت فهم؟ نمیخواد شما بشین، من میشینم. ماشین من جواد سرمایه‌م، زندگیمه. سرمایه‌ت 20% مال تو، 80% مال من. آقا 80 از شما، 20% از ما. ولی خب اون قسمت 20% ما فرمون، آینه و یک بخشی از لیبه. میام چه چیز؟ بله. من میخوام تو قسمت شما بشینم. خب بیش ما که خراب رفیق ما. هم جواد شما کافی کاری با این اصلا بند. آقا جان. جانم آقا میشه ما یک چیزی بگو؟ بگو. البته خودتا بهتر میدونین ها، یعنی خیر و صلاح خانواده هم با شمایه، ولی این شرایطی که هست الان شرایط عادی نیست. خب خب که خب بابا، مردم دیگه به پدر مادرشان هم سر نمیزنن، اصلا رفت و آمد ها کلن کنسل شده. منظورم اینه که اصلا ما یک سوال دارم، نمیتونن همین آدم ها بیشینن سر جاشا اقدر هی رفت و آمد نکنن؟ بابا جان من نگرانی تو رو کاملا درک میکنم، اما ما نباید که به خاطر این بیماری لعنتی زمین گیر بشیم. باید به کارامون برسیم، به زندگیمون برسیم، البته با مراقبت. خب همین دیگه، همین دایی مرتضی هم هیچی مراقبت نمیکنه. بابا تو چرا لج میکنی؟ همین الان دایی مرتضی با مامان ایشون و مجد خانم رفتن بالا پشت بوم، توی فضای آزاد اشکال داره؟ نه اونجا چه اشکال داشته بشه؟ اینا مگه نمیخوان بیان پایین؟ نه بیان پایین. این مگه میشه یه چیزی میگه
بابا. دایی مرتضی از همون بالا بره خانه شان دیگه تموم. مگه میشه؟ خوش اومدین. بفرمایید. ابوالفضل یا من. بچه ها چایتون رو چی شد داداش؟ شما تو خونم ماسک میزنین دهنتون بوی چیزی میده که؟ نه دایی جان، ما دهنو بو نمیده به خاطر که شما بیرون میرین ماسک نمیزنه. مشکلی دارین شما؟ داداش شما بیرون میرین ماسک نمیزنید؟ آبجی ماسک به تیپ من نمیاد، جذابیتامو میگیره. بعدش هم وقتی ماسک میزنم من احساس تنگی میکنم توش تنگ خفه. دایی جان اگه کرونا بگیره نفستو این دفعه کلن میگیره. زبان تو کس بگیر، تو رست جونه دایی. دایی من آناتومیم جوری که هیچیم نمیشه، تازه اگه مریض بشم شکستش میدم. بابا این همه دروغ علکیه، مریضه کرونا اکوینین اینه. چی دروغ مرتضا؟ هممون داریم میبینیم که روزی چند نفر گرفتار میشن. راست میگه دایی، ویروسه. آفرین، آره ویروسه، ولی یه نوع ویروس سرماخوردگیه. ببین این خط، این نشون، فردا میرین انقدر ماسک میگیرین انبار میکنین تشتی میشه، باید به ما بدیم ما بکنیمش دستمال ماشین. ولی داییشون به خود چند نفر مردن. آره روحشون شاد، ایست قلبی بوده دایی، نگران نباش. داداش هر چی که هست، هر مریضی که هست، داریم میبینیم چجور مردم دارن از بین میرن، هر روزم یه عده میفتن. خب احتیاط کنیم دیگه. بله احتیاط شرط عقله. بله دایی جان، باید ماسک بزنن، رفت آمد تعطیل بکنن، از خانتون هم خارج نشن. احتیاط بکنم؟ هوا آلوده، آسمان پاک، زمین خاکی، کجا برم نمیدونم. چی میگی بابا دایی جان؟ به خود به خاطر خودتون میگه. منظورتون چیه؟ ما بریم؟ اینجا نباشیم؟ ببخشید دایی جانا، احتیاط شرط عقله. شما که مراعات نمیکنین. خواهشان اگه میشه الان تشریف ببرین، دیگه هم اینجا تشریف نگیره. نه اصلا بذاره ما برو میسی که اینجا ما اضافه. بیا بشین. بگم مرتضا شوخی نکن. نکن دیگه اینقدر شوخی. مینا برای کجا میری؟ میری کرونا رو شکست بدی؟ بلند شو. چه اینجوریه؟ من نمیفهمم اصلا. شوخی نداره. همه روانم خواهد رو. عجیبه. این آدم حساسیه. میفهمی؟ حساسیه. ولش کن. اسکیزوه. دایی جان بذار ماچت کنم. ماچ کلی داشتیه. نه دایی جان اصلا نیاز به ماچ نیست. ما قرار نیستم که باشیم. دایی از وقتی کرونا شده هیچ کس هم ماچ نکرده. راست بگی دایی جان. چه علیمه دایی جان چی کار کردی؟ بیچاره کردی؟ سلام. خسته نباشی؟ خوابی افتاده؟ نه چرا؟ خب امیر نمیاد ما رو خف کنه، زد و فونی کنه. دست دایی مرتضی دمقه ها. جدن؟ فکر کنم داره آب نمک خرقره میکنه. از مجده بپرس مفصل برات میگه. دایی مرتضی اینجاست؟ نه رفت. برای چی رفت؟ یعنی چی؟ ای بابا ببین حالا میان یفته تا یه دیگه. اگه امیر بازی در نیاره. بشی بازی در بیاره میام دنبال دیگه. ببین تو تالا رفتی این نمایشگاهش؟ دفعه اول نمایشگاه میذاره. بله. ببین این دست گل بسه یا شیرینی هم بخرم؟ گل بسه. شیرینی نخرم؟ نه. این یه دونه از این تابلوهاش رو میخوام بخرم. بگیر. بگیرم؟ فقط به مجده نگیم. چرا؟ اصلا جلو تو میگیره چطور؟ اوفیس خیلی برام آدم شد. حالا نگاه کن. من برم بچه‌ها رو بخوابونم. باش برو قربونم. ببین ها، فقط به این امیر بگو که آقا محمد جواد رفت، دوش گرفت، زد دوفونی کرد، همه کاراش کرد. الهی قربونه داداشم برم یه ذره به دلش را بیا. خیلی داره خودش رو اذیت. دلش دارم را میام دیگه، همش همومم زد دوفونی میکنم خودم. چیکار کنم با این شوهری که تو گرفتی؟ برو قربونه. ازت نگذره امیر.
جان اینا چیه؟ بر ندم بر کن شماره بابا من چه همین فرمان من بعد امضا کنم چون این چیز تو امضا نمی کنم دیده من مجوز به نام توه دید بس همیش کنم بر کن خیلی خوب باش چیزا من آقا الان تمیز کردی؟ نه من تو اونجا آمدم اینجا نیومدم برادر آو یه داره به این درست میانم براتون باشه ولی من چشمم آب نمیخوره بگه میشه مثلا یه جایی دیگه اینو آب نمیدن که نه دارم به این بزنم نه دست شما در نه این فرمت فهمت بله اونم چشم بله بله زدی آقا زدی زیاده بله بله برو تو حلقم بزنم دیگه آشنا ماشنا زیاد داره گفته این فرمان شما پر کنه که بیفته تو سیکله داری علاقش با من آقا اینجا کسی کاری نمیم نمیم چرا آقا اونجا همین یه جلو صورت میره نزدیک بله بله کرونا سیگه ببین دلم آشوب شد از دست تو برو کنار آقا به نفع خودته فرمان اجازه بدین الان فرمان نمیگیری دیگه ببین الان اگه ما اونجا وام بگیریم که دیگه این واممون باطل میشه از اینجا موکل میشه نه چه ربطی داره این پرونده تو ترکیب شد زحمت داری بریم به هم کار بیا آقا من اینا رو امضا کردم تمومه دیگه الان تمومه ها؟ این رو من دارم تحویل بدم از اینجا بعدش هم میریم سوله سوله؟ بله علمون کن بابا من الان مدام کلاس آموزشی یه صدیه ها کلاس آموزشی باشم برو قرآن این بازی کسی تو با من نکن منه با ماشالله تنها نزد الکن آقا نمیشه دیگه کلاس آموزشی چی خواهش کلاس آموزشی باید برم راه نداره راه نداره باشه خانم خیلی ممنونم متشکرم تمام دیگه اینا رو بگی آقا اینو بده بده من بیا آقا چیکار می‌کنی بزن عالی دوش نگیر آقا مال دست مال دوش نیست من الان این کارو شستم بریم آقا بریم من نمی‌خوام نه حتی اتوبان ببخشید اینه که مصاب شد خیلی خواهش میکنم موفق باشید به سلامت در واقع مدیر بخشه یعنی همه پرستارایی که در یک بخش فعالیت میکنن باید زیر نظر سرپرستار باشن شما عزیزانی هم که به عنوان نیروی جهادی تشریف آوردین باید کاملا گوش به فرمان سرپرستار و کادر درمان باشین حالا اگر سوالی ندارید و مطلب رو کاملا متوجه شدید بریم سراغ مبحث بعدی ببخشید اگه میشه پاک نکنید من این آخری رو ننوشتم خیلی بفهم متشکرم فقط یکم لطفاً سریع تر بنویسید. چی کارش دیدی دستش کنده؟ ای بابا، بنویس. تمام نشد؟ بله، تمام شد. میتونید پاک کنید. نیازی نیست پاک کنید. نه، پاک کنید. من نوشتم. آقا نیازی نیست. میخوام بریم ادامه مبحث. هر جور راحتی، خواهش. مهمترین بخشی که در این جلسه میخوام مطرح کنم راجع به بیماری کووید و عامل اون یعنی ویروس کرونا است. کرونا ویروس ها دسته ای از ویروس ها هستند که سال هاست برای ما انسان ها شناخته شدن. اما دسته ای از این ویروس که عامل بیماری کووید 19 هست هنوز کاملا شناخته شده. چی شد آقا؟ کمک کنه. این چیز کنه کرونا گرفت نه کرونا کجا بودا؟ پره آپری تو نای دیگه من خب مراقب نایت باش دیگه آقا ماسکو بده بالا ماسکو بده بالا مصند باش هیچ کنش تو بازی در نمی بیشین تو بیشین اینجا نه ترس بیشین نیگه بفهمه بده آروم باشتم آقا بیشین خون سرد باش خیلی خوب همونطور که گفتم این بیماری هنوز برای خیلی ها ناشناخته است و همین دلیل تا شناسایی ویروس و راه‌های غلبه بر اون رو پیدا بکنیم لازمه که یاد بگیریم چجوری پیشگیری بکنیم تا به اون مبتلا نشیم به خصوص شما که قراره توی کادر درمان باشید میشه یکم آرومتر بگید؟ عزیزم قرار نیست امتحان بگیرم که جزوه مینویسین فقط شما کافیه خوب یاد بگیرین تا بتونین بهتر خدمت رسانی کنین به بیمارا و اینکه مراقب باشید تا به این ویروس آلوده نشین آخه می نویسم که یادم بمونه هیچ اشکالی نداره ولی اگر کسی جزوه خواست توی این جمع به نظر میرسه یک نفر هست که یه جزوهی داره کاملا خانا خوشخط دقیق و کامل و اونم ایشون هستن من نوشتم کپی رنگی میتونیم بگیم چون فسفوری کردم
در خدمتم. خواهش میکنم. بله خواهش. همیشه مایه افتخار. خب اگر کسی سوالی نداره بریم سراغ مبحث بعدی که خیلی مبحث مهمی هم هست. اینجاست. بفرمایید. من نمیبینم. مراقب باش. ستا. مراقب باش. نمیخواد بیاد استقبالمون؟ بله. مشته. نه دیگه الان بریم داخل حتما ترکیب ما هم خوبه. خیلی قشنگ. قشنگی داداش. بفرمایید. بفرمایید. معمولی. بفرمایید شما. سلام. 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 خوبی؟ سلام. بفرمایید. خواهش می‌کنم. این وری بگیرین که این وریش. بله. خیلی ممنون. چه سنگینم. سلام. سلامت باشی. مبارک باشه. مبارک باشه. قشنگه اینجا. بله. چه جای خوبیه. سلام. من از طرف انواد فرمانش. بله بله. بفرمایید. بفرمایید. این وسط بذارید اگه میشه. تهورا جا. تهورا. بله بله. یه ذره به چرخونی. بس الان بهتون گفت. نه خواستگار است. ببینیم که تو آره دیگه ها. دیدی تا گل بزار گردشی دست پاشو گم کرد؟ نه خواهر شوهر بازی در نگیم. کجاش رو دیدی حالا بایستا. میگم خوب نگاه کنید یکیشو بخریم دیگه. واقعا خوبه بخریم؟ باید حمایت کنیم دیگه. نمیخواد بابا اگه ازدواج کردیم همه این آدم میدونی خونه تو. خور خور نکن. این خوبه بابایش. قابش هم چوب گردو. خودی درستم دوان گنجشکی. خیلی خوشگله. معمولیه به نظر من. به نظر من سربازه نه؟ سرباز کلانتری نه یه مادره سربازه دیگه کلا بوده آناس و شبیه کلا کلا های براغل داشتاکه ناراحته نه داشتاکه چی کشیده سرش آتیشه چشش خون میاد سن چه این دوستان اصلا سلیقه من نیست اینا پایینه جدن؟ مشتی؟ آخه من خیلی جای بهتر از این دیدم تابلوی بهتر از این قشنگه ولی بخریم ولی من میگم خیلی قشنگه من اصلا اون شاخه رو خیلی دوست دارم آه. این الان بردارم برم کجا حساب کنم؟ نه بابا باید اول بری رزرو کنی بعد خودشون میفرستن برای دفتر ببین بگم درخته رو میخوام بگیم کد داره اینا شما لطف کنید مبلغ رو بگید که من کارت بکشم اینجا خواهش میکنم شما لطف کنید 10% از مبلغ کل واریز بفرمایید با بقیه چون موقع تحویل تصفیه میکنم خدمتت فرق نمیکنه من الان میتونم نه خواهش هر جور صلاح شما بده تابلو چند فرمودید تابلو شماره 11 چند فقط چقدر من باید کارت بکشم
قابلتون نداره. چقدر قشنگ تابلو خیلی خوبی. 3.5 جان؟ 3.5 دیگه. آره 3500 صد تومن دیگه. آخه شما گفتی 10%. بله 10%. اون 35 تومن قیمتش عزیزم. آو بله بله. من اگه اجازه بدید بگید نگاه دیگه بنزم. من رو دو تا تابلو شک داشتم اینا رو گرفتم. بفهم راحت. خیلی ممنون. دست شما. خیلی خوش اومد. آه رئیس، این خانم مرادی بود نقاشه. این گفتن تابلو 11 و 14 و 8 و برای آقای عماد 11 و فردمنش رزرو کنیم. 11 و 14 و 8 احسن. یازده بگیر ازش. یازده بگیر. سه تا داره. خواهد. آقا من 11 رو که من خریده بودم. آقا شما گفتی ها مرددم. نه آقا کی مردده؟ خواهش کنم. اجازه بده. گفتید که اون رو من. آقا من زودتر اومدم دیگه. بله شما به این آقا داماد بیمنه چیز. اماد فرمنه. بهش بگید که این اینجوریه. بله. خیلی ممنون. من میکشیدم. عمرن بذارم پای ویروس به این خانه باز بشه. از اینجا به بعد هر چیزی که بیه توی خانه باید درست حسابی ضد عفونی بشه. این الان بیه اینجا. خب از اینا ایدمو اینا رو ضد عفونی اینا رو اینا رو ما زدون فونی کردم. اینا رو برای خیلی آشنایی میبه ها خیلی خطرناک. یه کنم بزر بشورم. عزیزم اولندش که زحمت شما میشه، دوبا مرد شما گربه شور میکنیم اینا جا. خب داری خیلی آب مصرف میکنی. بیم کنار. باید اینا تمیز میشه اینا. باید ویروس رو این میوه نمانه. اون خیلی باید تمیز بشه که باز فردا مشکلی برای ما پیش نیه. اینا وقتی که خوب شسته بشه ویروس هم خاک میشه. بعد دیگه مثلا یک چیزی میخواستم یادم رفته بود. خواهش نیست. ای بایی بایی نشوری بابا. الان نون خیس شد، چجوری میخوای بخوریش؟ خب الان چیکارش کنم؟ نونشو باید درارم کیسه رو بندازم سطل آشغال. آه خیلی خوب باشه. مگم که نینا جان من بعد نون خواستی سر سفره بیاری حتما داغش بکنی. اینو بذار بسامونش اینجا. بعد اینو چه؟ حالا چرا اینقدر خرید کردی؟ فعلا فقط خرید عمده میکنیم. ای که هی هر روز برم بیم تموم شد مینا. الان هرچی ما ارتباط ما با مردم کمتر نباشه بهتره. آره همه زامبیان. مینا جان تو رو خدا تو توی خانواده ما رو درک کن. خواهش میکنم ازت. درکت میکنم. چرا درک نمیکنم؟ درکت میکنم دیگه. فقط دلم برات میسوزه. آخ الهی ما قربون اون دلت بارم که برم ما موسوزه. ما فقط مینا جان توی دنیا تو رو دارم و بس. راستی مینا یک شده
آجیلا را من بعد باید تف بدم ها. تف بدم که ویروساش خوب کشته بشه بعد بیارم بخوره. دیگه یادت بشه که باز ببین هر کاری دلت میخواد بکن، من اصلا دیگه اینجا وای نمیستم، خودت میتونی، به من مربوط نیست. اگه آجیل دوسته داری تو مبحث امروز ما در مورد نمونه گیری و وسیله به اسم ساب که دو مدل داره، مدل چوبی و مدل پلاستیکی. این وسیله رو باید مثل مداد توی دستتون بگیرید و اون رو عمود بر صورت وارد بینی بیمار کنید. فقط حواستون باشه بیمار بیمار تنفسیه و اصلا نباید نزدیکش بشید. و مسئله بعدی این که ضربه نزنید و فشار ندید. به آرامی وارد کنید تا جایی که احساس کنید به ته حلق رسیدید. سه دور بچرخونید به اندازه‌ای که مخاط کافی برداشته بشه. بعد اون رو خارج کنید و به سرعت داخل یه ظرف دربسته بذارید تا به آزمایشگاه انتقال بدید. این مخاطش باید چقدر باشه؟ همون سه دور به چرخونه شما مخاط کافی برداشته میشه. بله خانم ببخشید. بفهم ببخشید میشه من لازم میشه یک روزی این نمونه گیری کنه؟ ببینید با توجه به اینکه تعداد بیمارای کرونایی روز به روز داره بیشتر میشه و با توجه به اینکه کادر درمانمون و نیروهای آزمایشگاهمون محدودن، واقعا ممکنه یه زمانی لازم بشه شما نمونه گیری کنید. اما اولین اقدام محافظت از خودتونه، یعنی چه زمانی که دارید خدمات بیمارستانی ارائه میدید و چه زمانی که دارید نمونه گیری میکنید، حتما باید از ماسک، شیلد، گان مخصوص و دستکش استفاده کنید. ببخشید جانم، یعنی هر بار واقعا لازمه که دستکشمون رو عوض کنیم بعد نمونه گیری؟ قطعاً، به خاطر اینکه ممکنه آلودگی روی دستکش شما باشه که از یه مراجعه به مراجعه بعدی انتقال پیدا بکنه. استاد ببخشین، بینی چپ و راست بیمار برای ما فرقی میکنه؟ نه، تفاوتی نداره. باش استاد بفهم. من یه سوال داشتم، احتمالاً این سوال ذهن خیلی از بچه‌ها رو به خودش مشغول کرده، ولی من میپرسم. این که شما فهمیدین سه بار باید بچرخه، این چرخش خیلی مهمه که جهت عقربای ساعت باشه یا خلاف حرکت عقربای ساعت؟ هیچ تفاوتی نداره، شما از هر جهتی برید درست. یعنی در خروجی مخاط تأثیری ایجاد نمی‌کنه؟ نه، تأثیری نمیذاره. حالا انشالله بعد از اتمام کلاس در یک فضای مناسب دو به دو روبروی هم قرار میگیریم، نمونه گیری رو انجام میدید تا به صورت عملی هم خوب یاد بگیرید. ببخشید بیمار باید دهنش باز باشه؟ نه چرا؟ آخه این اینجوریه. این مولاژ نمونه آزمایشگاهیه. بستش نیست؟ دهن بستش. خب انشالله ادامه ما پس جلسه بعدی. کمه اینا نصف وانت هم نیست، کمه. هرچی بوده هم ایناست، ماسک دیگه ای نیست. بحث نکن با من. نمیدون همه مردم دنبال ماسک. نگاه بکن هیچ کی ماسک نمیزنه، وقت کاسبیه، برو به شخت بازار هر چی ماسک بود جمع کن برده بیار. چند وقت دیگه بتونم اینا رو چند برابر بفروشم. بگرد بازارا رو، بگرد همه جا رو، بگرد میخوام بازارا شخم بزنیم، عرضت رو نشون بده. گذاشتم پیشه دویدی اومدی پایین؟ پیشه مامانم، نگران نباش اصلا. من فکر کنم تو کار مهم میداری، واسه خود اومدی نشسته خوش میگذرم. اشکال داره من دو دقیقه برای خودم آرامش داشته باشم؟ نه اشکال نداره، فقط عادت نشه تو خود، بچه هم نرم مدرسه من بدبخت میشم. خاله دیگه یه کاری بکن. خب اونا رو ولش کن اصلا، ببین چی پیدا کردم. برای همین بود محمد جواب میخواست ما نفهمیم. ببین رفتی سر جیبه؟ نه بابا سر جیبش نرفتم، خواستم لباساشو بشونم تو جیبش پیدا کردم.
اینجا نگاه کن. عدد چی هست؟ رسیده گالری؟ بله. بخون. خب 3500 که معقوله برای نقاشی. اولا که 350 تومن هم نمیارزید اون 350,000 تومن. باشم 10%شه یعنی 350 میلیون تومن. 350 تومن میشه. نه. 35 میلیون. خب باشه همون هم نمیارزید. 35 میلیون؟ خیلی زیاده. دوستی تو با خودش چی فکر کرده؟ واقعا فکر کرده ونکوکه؟ خیلی اعتماد به نفسه. ونکوک. خیلی اعتماد به نفسه. دمش کرد. نریه مامان اینا بگی. نه نگه. البته سخت ها قول نمیده. به ماما جواب نگی. اگه خودش گفت گفت. تو نری بگی. قول که نمیده میده سخت ها. خب باشه نمیگم اگه خودش گفت که اشکال نداره دیگه ما بریم توی تیمش برو برو مواظب بچه ها باش من کار دارم خب باش کار داری یا داری؟ خب نه باش آهنگ تو گوش کن قهوه هم از خود درست کن همین دیگه اودم که داری خیلی خوبه اجازه میدی؟ آره 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 لباساتون شستم اتوام کرد دست در نکنه میکنم مجده یعنی من دیگه لباس نبرم نه دیگه هرچی خواستی به خودم بگو دیگه نزدیک میارم برم دمت کرد قربونت الان بیا بریم شام من باشه الان میام برو بیا دیگه برو میام دیگه دو عدد مبل چستر داداش چستر جان میگم تابلوها رو از فرزان چند خریدی؟ تابلوی چیزو؟ تابلوی که مستردی؟ من چون خواهم قیمتش دستم باشه با دوستام خواهم نمایشگاه خواهم اینم قیمتش چجوریه ببین اینا فرق میکنه دیگه تابلوها هر کدومش یه قیمتی داره مثلا کوچیک داره اینا بزرگ داره پر رنگی داره کم رنگ داره سیاه‌سفید داره اینا هر کدوم یه قیمتی داره دیگه چند خرید؟ چند خریدم؟ اینا ببین متفاوته یعنی همین امیر نیومده امیر نیومده بابا اون یکی ده همینیه که واسه شام میاد یکی واسه ناهار میاد مینا تنها اومده ببین بچه ها هم نباید بفهمن و مروارید رضا هم نفهمن اینا هم ندونن ما بدبخت میشه اینا دهنشون لقی یه جلوی امیر میگن بیچاره همون میکنه دیگه خب حالا الان چند خریدی نگفتی شام باید بریم بخوریم ما بریم دیر میشه پاشو بریم بریم الان موسا هم گیر میده موسا گیر میشیم بریم صحبت میکنیم برو 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 حاضره بیا مادر بریم سفره رو بندازیم وح وح چه بو قرمه سبزی میاد حسابی باید بخورم چون دیگه گیرم نمیاد نه؟ اوشی جونت هر وقت دلت خواست بگو درست کنم برات بیارم جدن؟ ببین ولی میخوام یه مدت غذای همون بیمارستان رو بخورم که بعدن گیرم نمیاد چی؟ حالت خوبه؟ او حالش خوبه آخ ما دیگه حالم خراب رفت حال ما خراب رفت محمد جواد بیمارستان؟ نه آها امی جان خره کار خودته که نه نه آروم باش نه آروم باش امی نه خدا نکنه نگاه کن امی جان رفیق قشنگم من که از قبل گفته بودم که میرم بیمارستان چه گفتی؟ نگفته بودم ای بابا آخ خدا خاک توی سر ما من نگفتم نرو خدا نکنه مینا یه آبغن بیار برای این مادر جون بیا بریم شام بخوریم حاضر آره شام بیا بریم آره بیا بریم شام بخوف بخورم ما درد بخورم بابا تو همه اینا رو دار نکنی زیر خاک دست رو دار نه امیر جان چشات اینجوری نکن میفته بیرون ما رو بیچاره کرد ای بابا امیر سب کن یه دقیقه ما دارم بیمارستان چی میدونم والا رفت دیگه بلش کن بابا این خیلی حساس شده تو اولی اخبار کرونا رو دنبال میکنه دیگه بگی مادر برم دنبالش بیارمش نه واسه هم بخوریم بعد بخوریم بابا جان جان تو این همه به ما سفارش کردی که نگی خودت یه دفعه من رو آب دادی که این بابا این پایه نداره ببخشی بله میدونم دو تا استاد نجار توی خونه هستن اینو درستش نمی کنن ببخشی شما بفرمی سرشو
مادر مینا این همه بهت اشاره کرد، یعنی متوجه نشدی؟ من نفهمیدم آخه این چی میگه که. بابا من واضح تر از این چجوری بهت بگم؟ نگو امیر پشت سرته. بودن؟ من نمیفهم آخه اینا اصلا امیر پشت سرته نمیده معنی. تو چجوری میگی؟ ببین اینجوریه نگاه مثلا. اصلا این به نظر من این معنی رو نمیده که نگو امیر پشت سرته. یعنی نگو. نگو مجد چجوریه؟ کدوممون درست نگفتی؟ کدومتون درست نگفتی؟ نه ببین میگه بابا این دیگه تو بگو این که بیا بریم شهر بازیه چیه؟ ول کنید بابا جون، ول کنید، بلند شید بیاد شامتون بخورید. بعد یادتون باشی که من یک کلاس آموزشی زبان اشاره براتون میذارم. باشه بابا. آه. اصلا شما آه. امیر پشت سرته. امیر خوب؟ بجا... هیچی بشین شام بخورید. بفرم بفرم. مینا مینا جان بیا ماما. من برم امیر رو صدا کنم میام. اصلا شما عمر مرگ میر روزانه یه این مریضی رو مخانه؟ نه امیر جان ولی میشنوم از این ور اون ور. امیر جان محمد جواد که بچه نیست، دلش هم نمیخواد مریض شه. خب حتما مراقب خودش هست دیگه. مراقب اینه که یعنی نرن وسط این کارا. بابا ما این همه با هم حرف زدیم امیر جان، حواسم هست، نگران نباش. شوخی نیست، شوخی نیست بابا، تو تمام دنیا دارن آدم ها میمیرن، بعد تو بخوای بلنشی بری وسط این مریضی؟ خب میخوای اصلا یه مدت با من قطع رابطه کن. او که 100% باید ارتباط رو قطع بکنم، ولی چیکار کنم که تو توی ساختمون رفته آمد بکنی؟ حالا میگی چیکار کنیم؟ ببین خیلی به هم فشار میه، ولی به هم یک شرط میذارم که قبول کنه. چه شرطی؟ وقتی که میخوای برگردی باید تست کرونا بدی، اگه منفی بود میتونی بیای خانه. باشه قبوله. فردایم با تجهیزاتی که مهمگان باید بری بیمارستان، فهمیدی؟ چه تجهیزاتی؟ بابا الکل زدی تو چشمم. خواستم ببینم اون کار میکنه یا نه. خدافظ. هیچ کدوم از اینا رو در نیاری یا؟ نه خیالت راحت. ماسکت هم هر چند ساعت یک بار عوض کنم. هم عجب و خواهشم داداش چیزی هم خواستی بگو خودم باید بیارم. چشم میگم بگیم خدافظ. خدافظ. دایی مراقب بابات باشین. داداش شما موازه به خودت باش. چشم خدافظ. بگم حالا گریسیم دستکشات در یار دیگه. نه من به امیر قول دادم باید بزنم. ولی بامزه رفتی ها. تو نگران نیستی؟ نه من بیشتر هیجان زدم. مرد حسابی با این مرگ و میره تو دنیا بیمارستان ها شده میدون جنگ، ما داریم بریم خط مقدم و تو میگی نگران نیستم؟ بدن؟ پس با آقاد بگو خونپاره ها رو بریزم. آقام خدا بیامرز واقعا جبه بوده، مسخره نکن. مسخره نکردم. اونجا آرایشگر بود ولی خب تفنگ داشت. تفنگ داشت؟ تفنگ داشت قبوله. آقا دیگه اساسا خود خط مقدم وسطتون رو آره دقیقاً. باشه مگه جنگه. سلام علیکم. سلام. سلام محمد جواد. تشکریم. این تانکی میدی ما یک دوری باش بزنیم. بله چرا نمیدم؟ این خدمت شما، فقط با دو را بیوف خاموش نکنید. زحمت دی ماشین 20%ش از من سیویچ هم جز زحمت. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. شروع کنم. شش بیاین آقا بیاین.